آیا بعضی میدونید دوست دارم که شما امروز در این گفتگو بر تمام شایعات خط بطلان بکشید. من میخوام خیلی رک باهاتون صحبت کنم بی پرده. بعضی از شایعات حاکی از اینه که امیر اسدالله علم و شاه فقید از یک نوع بیماری که شباهتی به بیماری ایدز داشت از دنیا رفتن. آیا اینو شما میتونید؟ ببخشید من مجبورم کلمات رو اونجوری بگم، این حرف خیلی احمقانه است، به دلایل مختلف احمقان است. اول اینکه ایدز اون موقع هنوز کشف نشده، 1981 کشف میشه. چیزی... بله درسته. هزار ندونم 1981 هم کشف نمیشه. 1981 تازه ما در پاریس، از پاریس هم چیز شده اینا، ویروسش در 82 83 کشف شد. در اون موقع اصلا ایدز وجود نداشت، وجود خارجی نداشت. این بیماری از اون سال شروع شد اصلا در دنیا. شایعاتی که در جمهوری خب، اسلامی خب در جمهوری اسلامی خیلی شما میتونید به عنوان پزشک، خب به عنوان پزشک دارم به شما میگم هیچ ارتباطی نداره. ببینید ایدز به قول شما یعنی سیدا، ما بهش میگیم یه بیماری ویروسیه، یه بیماری عفونیه، یه ویروسیه که منتقل میشه. این بیماری که چه علم و چه اعلیحضرت و چه مردان بزرگ دنیا، من ضمن یادم رفت اتفاقا یه چیز عجیبی اینه که از این بیماری، حالا علتش هم معلوم نیستا، خیلی از سران بزرگ دنیا داشتن. هواری بومدین این بیماری رو داشته، رهبر الجزایر، رهبر الجزایر. گلدامیر این بیماری رو داشته، گلدامیر این بیماری رو داشته، همین بیماری که شاه فقید، همین بیماری که اعلیحضرت داشته. توجه میکنید به احتمال قوی برژنف هم همینو داشته، چون اونو کمونیستا پنهون میکردن، از ما هم از حبیباشون هم پنهون میکردن، ولی جان برنار اون مالجش بوده. بنابراین این بیماری هیچ ارتباطی به ویروس نداره، هیچ ارتباطی به ایدز نداره. این بیماری یک بیماری خونی، بیماری های خونی از انمی، از بیماری بیرمر، از لوسمی های مختلف اینها شروع میشه و اینا یه عده از بیماری های هیماتولوژیک هیچ ارتباطی به بیماری خب حالا بذارید یک نکته دیگر باتون در میذارم. دکتر مناچر رزمارا رو که حتما میشناسید، بله بله. وزیر بهداری در کابینه بختیار بود، بله. ایشون در یکی از این برنامه‌های تلویزیونی که در جمهوری اسلامی پخش شده بوده، بله، مثل که گفته بودن 4-5 نفر که مریض دکتر فلینگر بودن، بله، دکتر فلینگر به اینها یک دوایی میداده برای تقویت قوه جنسیشون، بله، و بعد ایشون مدعی شدن که همه اینها از یک بیماری فوت شدن و اسم 3-4 نفر آقای علم و آقای دانشور مثل این که یکی از کسان دیگه بوده دیالو مورد رفته، واقعا یکی از عناصر فاسد و یک جرثومه ای بود که اطراف شاه بود. حالا پلو صفویان میدید نمیتونم او چی بهتون بگه. این نه تنها اصلا سواد پزشکی نداشت، توجه کردید، اصلا و ابدا. این وظیفه‌ش اونجا در اون دربار کارهای دیگر بود. حالا آقای چارده ای اشاره کردید، حالا بعد همه اینا مردند و اینا، منم چون یه طبیبه، به کار بردن بعضی از موادی که برای ازدیاج به اصطلاح جوانی و به اصطلاح قوای جنسی اینا میکردن، 4-5 نفر اینا همشون با این مرض مردند، همشون. حالا اسم نبریم، از جمله خود آقای علم یکیش بود، آقای علیادی یکیش بود، آقای خدا حالا صاحب اعلیحضرت یکی دیگش بود، قلی ناصری یکی دیگش بود، حسین دانشور یکی دیگش بود. اینا میدونم صحبت که میشه، من درستی آدم صریحیم، هیچ ترس و واهمی هم ندارم دیگه، در 77 سالگی دیگه زبونم رو هی نمیگردونم تو دارم، ولی واقعیت هایی که خدمتون ارز میکنم. من میتونم به شما یه چیزی بگم، و اون که دکتر رزمارا دوست من، استاد دانشگاه ملی بود، همراه من، کنسیه من بود وقتی رئیس دانشگاه بودم، بنابراین دکتر رزمارا رو خوب میشناسم. ولی اولا اطلاعات ایشون کاملا بی خوده. هیچ کدوم از اینا طبیبای فلینگر نبود، یعنی تا اونجایی که من خبر داشتم از طبیبای فلینگر، حتی آقای علم هم طبیب مریض فلینگر نبوده. یه حرفا مزخرف، علم رو که من خوب میشناسم دیگه، توجه میکنید، فقط اعلیحضرت طبیب مریض فلینگر بوده و بعدم فلینگر یه استاد معتبر طبی اون زمان دوای تقویتی یا دوای فلان میداده، هیچ ارتباطی با دوای جنسی نداره. اون موقع یادتون باشه در دنیا یکی
طبیب رومانی هم بود، میگفتن این دوای دواهای جنسی میده و فلان، اسمش یادم رفته الان، میگفتن رؤسای بزرگ دنیا میرن پیشش برای تقویت جنس. البته این حرفا بی ربطه، دکتر رزمارام یه خورده این چیزا رو بر حسب دکتر رزمارام عادتش همینه، یه خورده سفسته های معمولی مردم یه چیزایی میگه، هیچ ارتباطی به این مسائل نداره، هیچ ارتباطی با این مسائل نداره، هیچ ارتباطی بین فلینگر و دانشور و علم و اعلیحضرت اینو وجود نداره. درباره گفتم فلینگر فقط اعلیحضرت رو مراجعه می‌کرده، فلینگر اولا برای که برن پیش فلینگر یه داستان و دا فلینگر میدونید همچین چیز ساده‌ای نبود که بدن پیشش بگن ما دوای جنسی می‌خوام. بله ما طبیبا همیشه ایشون رو پیگیری می‌کردیم و برنامه‌های علمی خودمون رو پیاده می‌کردیم هر جا بودن. موقعی کار طبی از دست ما خارج شد که ایشون از اروپا رفتن اول به نسو در باهاماس و بعدش در مکزیک و غیره، اینجا سیستم طبی از دست ما خارج شد. حتی ما تا موقع که حتی در مکزیکو بودن، در نزدیک مکزیکو در کیوارن واکا بله بودن، حتی پروفسور میلیز یه بار رفت اونجا ایشون رو دید. توجه میکنید حتی ما اونجا برنامه رو جوری کرده بودیم که با طبیبای تراز اول مکزیک میشناختیم، چون ما همه فکرها رو کرده بودیم که ایشون هر جای دنیا برن ما طبیبای تراز اول رو میشناسیم و معرفی میکنیم که اونا پیگیری کنن. حتی اونجا هم پروفسور میلیز رفت، ولی متاسفانه اوضاع سیاسی سبب شد که دخالت های مختلفی که از نظر سیاسی شد ایشون رو در مکزیکو نگه نداشتن، آوردن نیویورک، نیویورک ایشون رو دادن دست طبیبای کم مقدار، طبیبای کم اطلاع، ایشون رو بی خودی عمل کردن. یعنی از نظر طبی مسائل اصلا از دست ما خارج شد. موقعی که برگشتن بالاخره به دعوت خدا بیامرز انور و سادات به مصر، دیگه کار از کار گذشته بود، دیگه تمام خطرات دنبال هم وضع ایشون رو خراب کرده بود. از نظر طبی دارم میگم، حالا دق کردند مسلما روحیه ایشون ولی میتونم بگم که کوراژ ایشون و کوراژ اولیا حضرت که پیگیری میکردن همه اینا سبب شد که دنهای انقلاب از نظر روحیه در دنهای طبی اثری نمیذاشت. توجه میکنید؟ یعنی چون معالجاشون ادامه میدادن، طبیبا رو گوش میکردن، ولی طبیبا دیگه دست از دستشون رفته بود و کار به اینجا کشید. دستگاه اطلاعاتی غرب که آگاه شدن از بیماری شاه؟ هیچ وقت. حالا من از لرد دیوید اوئن همین سوال رو کردم. بله. ایشون به من گفتن که این بیماری باعث شده بود که شاه نمیتونست تصمیم بگیره. دو، میگفتن که پشت شاه خالی شده بود. اگر امیر اسدالله علم زنده می بود، شاه ممکن بود تصمیمات دیگری رو بگیره در رابطه با انقلاب و ممکن بود این انقلاب رخ نمیداد. البته ببینید، من درباره کتاب اوئن و درباره عقیده ایشون صحبتی نمی کنم. اون چیزی که میخواستم بگم اینه که خبر نداشتن اینا از بیماری شاه. ولی آیا این باعث میشد که شاه نتونه تصمیم بگیره به خاطر بیماری؟ نه اوئن میگه نه. برای که این رو ما طبیبایی که معالج بودیم دائما از خودمون میپرسیدیم که آیا این که این خود این بیماری یا دوایی که ما به ایشون میدیم آیا اثری روی تصمیم گیری اینا. من به شما گفتم طبیب این چیزا رو باید فکر کنه. مسلما نه. در کمال قدرت و در کمال تصمیم گیری و در کمال چیز بود. اعلیحضرت همایونی موقعی که تصمیم گرفت که به انقلاب، من انقلاب شما را فهمیدم، مسئله بیماری نبود، منظور اون مقاله‌ای بود که جلوش گذاشته بودن. توجه میکنید؟ نقارمون، اینا هیچ کدام از این شایعات درست نیست. اعلیحضرت در کمال قدرت فکری بود، با وجود این معالجه که گفتم این معالجه خطری اون موقع به صورتی که مشاعر آدم چیز بشه نداشت. به نظر شما ممکنه مثلا این پزشکان آمریکایی دکتر دبیکی یا دیگران کاری کرده باشن که مثلا این رفتن شاه از این دنیا سریعتر صورت گرفته باشه؟ وقتی دبیکی طبیبای امریکایی که اون موقع دیگه کارا رو خراب کردن یه خورده ای، دوبیکه نیست، دوبیکه عمل اسپلنکتومی رو کرد، برداشتن تهار رو، ولی طبیب های دیگری از جمله دکتر کین بود، مثل اینکه که عمل کیسه صفرا رو کرد و اینها، طبیب های کم اطلاعی بودن. ولی نمیشه گفت که اینا طبیب های کم اطلاعی بودن، شاید طبیب های پول دوستی بودن، ولی طبیب نمیشه گفت طبیب هایی بودن که دولت امریکا میخواست. این رو نمیشه گفت. واقعا من درباره اونا خیلی فکر کردم، کتاباشون رو خوندم و غیره. با قاطعیت میتونم بگم که این کار اونا نکردن. دبی که هم کرده پس آیا کسی نمیشه گفت، چون اون موقع بیماری علازاد اولا دیگه جوری وخیم بود که امید این که ایشون بمونه و
این چیزا نبود. اونا فقط میخواستن، اونا فقط سیاستمداران امریکا فقط میخواستن علی حضرت رو با گروگانا عوض کنن که اون میدونید تیاره زودتری تیاره برگشت به مصر و الا اینا میخواستن تیاره رو بقاپن و ببرن و اونا از نظر سیاسی این کارا رو میخواستن، با تروریسم میخواستن علی حضرت رو بلند کنن، نه اینکه بخوان با بیماری بکشنش و بسو دکتر، نه 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 هم چیزایی نمیشه. خب دکتر صفویان، اگر این بیماری رو، اگر امروز این بیماری چگونه معالجه میشه، چند سال برای یک بیماری که الان این همین بیماری شاه فقیدانی داشته باشه چند سال میتونه زنده بمونه؟ امسال الان هم همین جورا میتونیم بگیم، میتونیم بگیم از 10 تا 15 سال، یه خورده بالاتر یه خورده، بستگی به سنی داره که این بیماری پیش اومده، بستگی به بیماری های دیگری که همراهشه، بستگی به خیلی چیزا داره، ولی یه بیماری مزمنیه که معالن خوب نمیشه ولی میتونه مدت طولانی آدم رو در قید حیات نگه داره. من جزئیات بیماری، جزئیات تصمیم گیری ها، جزئیات همه این چیزایی که به شما گفتم، هر کدامش یک عالم دورش مطلبه و این مطالب رو که جزء اتیک مدیکال ما بهش میگیم، جزء اخلاق پزشکیه، من هنوز به طور مفصل ننوشتم. خیلی کتاب ها نوشته شده، خیلی مقالات نوشته شده و توی همه اینا حقیقت خیلی کم درس کرده، همه حقایق نیست، توجه میکنید. یه مقداری از مسائل رو علی حضرت شبانو توی کتاب خاطرات خودشون گفتن، ولی خیلیش هست که باید گفته بشه در مورد جزئیات این کارهایی که ما کردیم، در مورد جزئیات این معالجه، در مورد پیگیری این طبیبا، در مورد سرنگهداری، همه اینا خیلی چیزا هست که من الان مشغول تهیهش هستم، امیدوارم خدا عمرم بده بتونم اینا رو منتشر کنم. اینا چیزهایی نیست که دانستنش چیز باشه، ولی از نظر تاریخ مهمه، از نظر تاریخ مهمه، برای که باید به تمام این شایعات خاتمه داده بشه. اعلی حضرت همایونی انقلاب نکرد به خاطر اینکه وضعیت رویش خراب بود و نتونست جلو انقلاب چیون وایسم، چیزی نیست. اعلی حضرت همایونی به علت بیماری، ضعف تصمیم گیری نداشت، توجه میکنید. اینا این چیزا باید به این چیز شایعات خاتمه داده بشه. نه، حقیقت اینه که علی‌حضرت همایونی به علت اون چیزی که دیدید تو مملکت اتفاق افتاد، یعنی گول زدن مردم، تحریک مردم، به دروغ ها و خیانت های عده‌ای، توجه میکنید، سبب شد که این روزگار برای مملکت پیش بیاد. البته در تهران طبیب معتبری شده بودم به علت تخصصی که داشتم، به علت تجربه‌ای که داشتم، طبیب معتبری شده بودم و یک عده از رجال و اشخاص مهم و اینها و مرضهای مهم اینها بیشتر پیش من میمدند و بنابراین از جمله مریضهام یکیش خدا بیامرز امیر اسدالله اعلم وزیر دربار شاهنشاهی بود که من از سال 1969 طبیب ایشون شدم و ایشون رو معالجه می کردم برای یک بیماری مشکلی و مزمنی و مرتباً با ایشون در تماس بودم و ایشون هم از من خیلی، ایشون هم طبیبای اولش طبیبای سوئیسی بودن ولی بعداً من رو انتخاب کرد به عنوان طبیب معالج، بنابراین به من اعتماد زیادی داشت و بنابراین در 1974 علی‌حضرت همایونی یک روزی به علم وزیر دربار میگن که من این پروفسور فلینگر که طبیب من در وین و من پیشش چکاپ میکنم که میگه تو سلامتیش ناراحتی نداری، ولی من تحالم که بزرگه، میدونم تحالم بزرگه چون مالاریا داشتم در جوانی، ولی نمیدونم آخه چرا تحالم بزرگه. وقتی علی حضرت همایونی خدا بیامرز این اظهار ناراحتی رو میکنن، علم میگه پس اجازه بدید من بگم طبیبام بیان اعلیحضرت معالجه میکنن. اعلیحضرت میگن بله خوب فکریه. یعنی در همون 1974، در همون 1974 اولین مرتبه ای که رفتم اعلیحضرت رو ببینم موقعی بود که طبیب مخصوص اعلیحضرت دکتر سپهبد عیادی بود. من دژم میدونستم که اعلیحضرت چه بیماری دارن. برای چی؟ برای این که من نمیخواستم خودم رو وارد رقابت با دکتر عیادی بکنم در مورد معالجه علازت که بسیار پست مهمی بود، من نمیخواستم خودم رقیب دکتر عیادی بکنم. ولی آیا دکتر عیادی شایستگی رو داشت در این مورد؟ نمیدونم، ولی در هر صورت دکتر عیادی اون مقام علمی معتبری مثل ماها رو نداشت، ولی از قدیم در هر صورت طبیب خیلی
فیدل و زحمتکش و شب و روز و اعلی حضرت بود عملا، توجه میکنید؟ و چون نمیخواستم این کارو بکنم، من خودم رو کنار کشیدم، من طبیبای فرانسوی رو وارد چیز کردم و طبیبای فرانسوی اولین ملاقاتشون با اعلی حضرت در تهران بدون حضور من انجام گرفت. چون نمیخواستم من خودم رو نشون بدم، ولی بیماریشون کم کم تشخیص داده شده بود اون روز، یعنی اون روزی که به من گفتن. و این دو طبیب فرانسوی، پروفسور پل میلیز و پروفسور ژان برنار، اینا من رو در پاریس، در یک از مسافرت هم در پاریس، چون خیلی میمدم پاریس رو میرفتم برای چیزهای مختلف، در پاریس من رو در یک گوشه گرفتند و گفتند تو تا وارد این گروه نشی ما نمیتونیم علی حضرت رو معالجه کنیم، برای که دکتر عیادی که ما رفتیم با همراه ایشون علی حضرت دیدیم، چون نه با دکتر عیادی رفتن اولین مرتبه، و بنابراین برای ما اون چیز اطمینان خاطر رو نداره که کسی که بخواد با همراه ما در فرانسه، ما در فرانسه و تو در ایران و کسی در ایران، باید تو وارد قضیه بشی و الا ما نمیتونیم علی حضرت رو مرد به این مهمی و این معتبری رو معالجه کنیم. بنابراین اونا منو مجبور کردن، اولا تشخیص رو به من دادن، چون من نمیخواستم بدونم اصلا، من فقط میخواستم طبیبای آقای علم رو معرفی کنم، توجه میکنید؟ ولی اونا گفتن از من خواستن تو باید حتما چیز بشی. حالا اینجا من چه کار کردم؟ اینجا من باید موافقت عیادی رو جور جمع کنم که من هم باید وارد گروه بشم و باید از نزدیک بیام علی حضرت معالجه کنم. در اون موقع شما گفتین تشخیص دادید که بیماری شاه، تشخیص رو به من دادن این پروفسورای فرانسوی به من در پاریس، منو صدا کردن گفتن تشخیص این بیماری 1974 چند ماه بعدش. بله. ببینید در ماه مه اینا اومدن اولین بار دیدن، در ماه ژوئیه شاید دو ماه سه ماه بعدش، یعنی در ماه ژوئیه معلوم شد که بیماری در ماه ژوئیه معلوم بود که بیماری علی‌حضرت چیه. ما اول کار به هیچ کس نمیتونستیم بگیم. برای چی؟ برای که گفتن این مسئله، خب توجه بفرمایید، در اون زمان گفتن این مسئله به اعلی حضرتی که در نهایت سلامتی ظاهری بود، در نهایت سلامتی و در نهایت قدرت و در نهایت پروژه های مملکتی، ناگهان گفتن یک بیماری مزمن بدخیم، ببینید چه آثاری میتونست به جا بذاره. یعنی از دست دادن مورال، از دست دادن انرژی، و اینی که همه دنیا بفهمن و دیگه نتایج این از نظر مملکتی، از نظر بین المللی، بنابراین بی نهایت وخیم بود. بنابراین ما به هیچ وجه نمیتونستیم به خود اعلی حضرت بگیم بلافاصله، حتی به اطرافیان اعلی حضرت هم نمیتونستیم بگیم، برای اینکه آیا اونا چجوری عمل کنند. و بنابراین ما در ماهای اول، حالا از طرفی هم باید توجه کنید که این بیماری اون موقع در مرحله بسیار ابتداییش بود. کی به شاه گفتید؟ که به شاه نگفتیم هنوز، ما اول به اعلی حضرت شهبانو گفتیم. و این مسئله ما در بین ما پروفسورای مدرن از نظر علمی و از نظر اخلاقی مرتبا مطرح بود، یعنی اقلا ما سالی هر دو ماه سه ماه یه بار همدیگر رو میدیدیم، یا در تهران یا در پاریس، و در این جلساتی که همدیگر رو میدیدیم یه مقداری از مذاکراتمون راجع به مسائل طبی بود و یه مقداری راجع به مسائل همین سرنگهداری، چیکار کنیم، بگیم همش خب، فکر می‌کردیم. تا اینکه ژوئیه 1974 شما میگین شناسایی کردیم که بیماری چی هست. بله. به شاه و خانواده‌اش نگفتید. بله. تا یه مدتی گذشت. بله. بله. اولین بار هم می‌فرمایید که به شهبانو گفتید. شهبانو گفتیم. ولی در 1977 در کتب، در 1970 خود شاه فقید قبل از 1977 میدونست که به چه بیماری مبتلا؟ نه، به هیچ وجه. در 1977، یعنی سه سال بعد از اینکه بیماری رو کشف کرده بودیم، علی‌حضرت در کمال سلامت بود هنوز از نظر بیماری، من پیشنهاد کردم که حتما باید به اعلی‌حضرت بگیم، برای که اعلی‌حضرت نه تنها همسر بیمار ما هستند، بلکه نایب السلطنه هستن. یادتون نره اولیا حضرت نایب السلطنه بودن. ولی شما این، و بنابراین این تصمیم گرفتیم اولیا حضرت بگیم. این فاصله یه سه سال به شاه چی میگفتین در مورد بیماری؟ در مورد بیماری میگفتیم که اعلی حضرت حالشون بزرگه، برای که در جوانی مالاریا داشتند و
این چیز مهمی نیست، فقط باید ما مواظبتون باشیم. ما چکاپ میکردیم از ایشون، چکاپ میکردیم، یعنی هر دو سه ماه یه بار من میرفتم، هر دو سه ماه یه بار من میرفتم، هر پنج شش ماه یه بار دکترای فرانسوی رو میبردیم و بعدم هر چند ماه یه بارم یه امتحان خون میکردیم، برای اینکه باید ما مواظب شما باشیم. چه چکاپ این روزا، چکاپ برای همه بیمارای آدمای مریض نیستن انجام میشه. ولی دکتر عیال، دکتر صفویان، یک پزشک وظیفش این نیست که، مگر این نیست که باید به مریضش بگه که بیماری چیه؟ یک پزشک مسئول مورال مریض و نگهداری یک کشور رو نمیدونم مملکت داری نباید باشه. چرا مسئول ببخشید، اخلاق پزشکی که ما در علممون میخونیم، ما بهش میگیم دئونتولوژی، اخلاق پزشکی. اولا به شما بگم سر پزشکی فقط هم برای مرضای بد نیستا، یعنی ما حق نداریم سر یه مریض رو به مریض دیگری بگیم، ولی به خودش و به خانوادهش میتونیم همه چی رو بگیم. ولی گفتم به شرط این که این گفتن ما در بهبود معالجه اثر مثبت داشته باشه، نه اثر منفی. بنابراین وقتی یه مریض رو من میبینم و بیماری مهلکی پیشش تشخیص میدم، بلافاصله همه چیز رو باید بدونم، که باید بدونم ایشون وضع شغلش چجوریه، وضع خانوادگی چجوریه، یعنی فوری فوتی بهش نمیگم ای تو سرطان داری، توجه میکنی؟ بله. همیشه اگر شما یه وقتی بیاید توی یه کنسولتاسیون معمولی ما طبیبا شرکت بکنید، میبینید که ما وقتی مریض رو چیز میکنیم توی این پرونده ها، توجه میکنید، میدونیم شغلش چی چیه، میدونیم کی بازنشسته میشه، میدونیم تقریبا وضع اجتماعیش چی چیه، زنش چی چیه، بچهش، اینا رو همه رو باید طبیب بدونه. و موقعی بهش میگیم که مطمئن بشیم که این معالجه خوب انجام میشه و مشکلی براش نداره. اگر بدونیم معالجه خوب انجام میشه، اصلا مخفی نگه میدارین ازش؟ نه، اگر بدونیم که معالم مخفی نگه میداریم، تا موقعی که مجبور بشیم بهش بگیم، مجبور بشیم اگر دیدیم خوب انجام نمیشه و مجبور بشیم بهش بگیم. ولی این شکستی برای ماست، برای اینکه اون وقتی معالجه بدن، ببینید هدف طبیب چیه، اینه که معالجه خوب انجام بشه، مریض خوب بشه، برای اینکه ما باید یه کاری کنیم که معالجه ما خوب اجرا بشه و این تا آخر ادامه بده، روحیش خوب باشه، پولشو داشته باشه، خانوادهش بهش همکاری کنن. توجه میکنید تشخیص یه مرض مزمن هم مدت طولانی در جلو داره، تمام اینا رو باید پیش بینی کنید. این وظیفه شاقی برای پزشک میتونه باشه ها، که بیاد همه پرونده های امور شغلی و حرفه‌ای و نمیدونم اصلا مایه مریضشو بدونه. البته باید اینا رو طبیعی بدونه، ولی در مورد اعلیحضرت اون چیزی که ما میدونستیم مسئولیت مملکتی ایشونه و مسئولیت مردم نسبت به ایشونه، مسئولیت ایشون نسبت به مردم. اعتبار آیا این تشخیص شما بود که باید ثبت کنی یا نگین یا بقیه پزشکان هم؟ نه، به تشخیص من تنها نبود، همشون این بود. نه خب شما، خب چون ایرانی هستین بیشتر به فکر مملکت ممکنه بوده باشین تا اون دو فرانسوی، اونام براشون ممکنه. نه اونام براشون مملکت داری. نه اونام براشون اینجور نیست. نه ببینید، من یادم رفت شما معرفی کنم این دو تا طبیب فرانسوی. چرا من این دو تا رو معرفی؟ اولا چرا من با این دو تا همکاری می‌کردم؟ اینا اولا استاد من بودن، مخصوصا پروفسور میلیز، که اصلا من در مدرسه اون بزرگ شدم و در ضمن چیز پروفسور شدم و معاونش بودم. اون چند ماهی هم قبل از که بیام ایران من معاون پروفسور میلیز بودم. بله. نه تنها از این نظر، بلکه از این که پروفسور میلیز طبیب معتبر بین المللی بود. پروفسور میلیز طبیب ژنرال دو گل بود. پروفسور میلیز طبیب پادشاه عربستان سعودی بود، ملک فیصل. پروفسور میلیز حتی مریض های رؤسای ممالک کمونیستی را معالجه میکرد. انور حجا، رئیس آلبانی، لابد اسمش یادتونه. انور حجا مریض پروفسور میلیز بود. پروفسور ژان برنر طبیب جورج پومپیدو بود. بله. که چند ماه قبل از اعلیحضرت بیماریش متاسفانه باعث فوت شد. توجه میکنید پروفسور ژان برنر حتی به روایتی طبیب برژنف بود. توجه میکنید اینا طبیبای معتبری بودن که علاوه بر چیز علمیشون، چیز بین المللی و اخلاقی داشتن و مسئولیت شناس بودن. چرا ملک فیصل به اینا مراجعه میکرد؟ چرا انور حجا به اینا مراجعه میکرد؟ چرا برجرایی که اینا اخلاقیاتشون این بود که سر صدای این بیماریشون رو در نیارن در دنیا. خب بنابراین اینا، این منظورم اینه که اینا، من نبودم که میگفتم اینو باید پنهون نگه دارید، اینا میگفتن. اینا از نظر مملکتی، از نظر وظیفه‌ای که ما داریم، ما باید فعلا پنهون نگه داریم. خب در سال 1977 بله. کی با شهبانو صحبت کردین و گفتین که شاه در پاریس با شهبانو صحبت کردیم. ایشون رو به صورت خیلی استثنایی و
در پاریس بودن ایشون و منم در پاریس بودم، این تو کتابشون هم نوشتن اولیا حضرت، و من ازشون خواستم که با ایشون یه مذاکره خصوصی داشته باشم و در یک محلی در پاریس به طور ناشناس ایشون بیان که روزنامه نویسا نفهمن، و ما در اونجا من و دو تا پروفسور فرانسوی مسئله رو به ایشون گفتیم. چی بود مسئله رو چی گفتیم؟ مسئله گفتیم بیماری اعلیحضرت. چی بود بیماری اعلیحضرت؟ بیماری اعلیحضرت یک بیماری خونی مزمن است به اسم بیماری والدنشتروم، یک بیماری هماتولوژیکه، یک بیماری مربوط به گلبول‌های سفید که یک پیشروی مزمن داره و به تدریج رو به وخامت میره، ولی خیلی به تدریج، به طوری که از روزی که تشخیصش داده میشه، اگه تشخیص زود داده میشه، در مورد اعلیحضرت تشخیص زود داده شد، ولی گفتم فلینگر تشخیص نداده بود و ما چند ماه بعدش تشخیص دادیم اینجا، و بنابراین امیدوار بودیم که این اقلن 15 سال طول بکشه، اقلن یعنی از 1974 تا 15 سال بشه 1989 میشد امیدوار بود، میشد امیدوار بود، چون که موقعی که کار متاسفانه مسائل طبی هم از دست ما در رفت موقع انقلاب، حال اعلیحضرت جوری بود که میشد امیدوار بود هنوز 7-8 سال دیگه کاملا سلامت بمونه. خب Waldenstrom's is a cancer of lymphoplasmacytic cells, cells that have changed their nature and become resistant to dying and that produce extra protein. And that causes the problem with patients having extra cells in their bone marrow, extra cells in their lymph nodes, but also can then typically have a high IgM protein in their bloodstream. Other kinds of lymphomas may have predominantly the collections of cells that develop in different places, commonly again in your lymph nodes or in your spleen or in your bone marrow. Additional testing is done on their blood and they're found to have a high protein level, and the protein is a monoclonal protein, in other words the protein is of only one type, and it is a IgM protein, which is a kind of antibody. And then additional testing is done, including a bone marrow test, which also then confirms the diagnosis by showing an infiltrate of lymphoplasmacytic cells in the bone marrow. Because this is an uncommon disease, sometimes even your doctor treating you may not have seen a lot of patients with Waldenstrom's, so certainly making sure that you and those around you understand the disease well is really important. And the issue again being this is an unusual disease, sometimes treating physicians have limited experience, so interacting with experts is important, and you can get that information from the Lymphoma Research Foundation or from other groups or interacting with major centers that have an interest in Waldenstrom's. When we find the bone marrow and the blood test that suggests Waldenstrom's, obviously you need to do a CAT scan to see if there's any enlarged lymph nodes. But we also do some other tests that we don't do for other lymphomas. We may look at something called the serum viscosity of the blood. The protein, the IgM protein in the blood, is often a very large molecule, and it tends to pull in plasma into the bloodstream. It tends to give something called a hyperviscosity syndrome. The blood gets very thick, it doesn't flow normally, and the classic hyperviscosity syndrome that can occur in Waldenstrom's is really a medical emergency. And it may present with confusion, headaches, blurred vision, bruising, nosebleeds, bleeding from the gums. And if anything like that occurs, you really need to get to a doctor quickly to get a diagnosis of what that may be related to. The story is set in Sweden in the 1940s. And at that time, there was a young physician in Sweden by the name of Jan Waldenstrom, and he noticed a peculiar constellation of symptoms in a few of his patients. And these symptoms included bleeding, some visual changes, such as double vision and blurry vision, headaches, and generalized weakness. Now, these four symptoms on their own weren't necessarily that alarming, but the surprising thing was when he went to draw their blood to perform tests on them, he noticed that it was a little bit more difficult to draw their blood than it was for other patients. It was almost as if their blood was thicker.
And as he was thinking about all these different patients, he wondered if all these findings might be related. And in fact, they were. So he named this constellation of symptoms hyperviscosity syndrome, which literally means thick blood. Now, it turns out that these patients had a rare form of cancer in their blood, and this disease is now named after this Swedish physician who discovered it. It's known as Waldenström macroglobulinemia. So now that we know what Waldenström macroglobulinemia looks like, what exactly is it? Well, it's a disease that occurs in the bone marrow. So let's draw in a bone here. And the bone marrow is the center portion of the bone, and it's where blood cells are produced. So I want to highlight a few types of cells that are located here in the bone marrow. And the first type of cell I'll put in here in red. And these cells produce red blood cells. And then another cell in here are the precursors to platelets. And then the last type I'm going to put in green here. And these cells are the precursors to plasma cells. So Waldenström macroglobulinemia is a disease of these cells, these precursors to plasma cells. And for this reason, it's considered a plasma cell dyscrasia. So I'll just write that in over here. And dyscrasia really just means dysfunction. So I'm going to just cross it out and write here dysfunction. Because I think that's a little bit easier way of understanding what plasma cell dyscrasias are. They're just really dysfunction of plasma cells. So normally these precursor cells make plasma cells, and then plasma cells make antibodies, which I'll just draw in here. Now, antibodies are also known as immunoglobulins, and I'm going to just abbreviate that IG. IG for immunoglobulins. Now, what happens in Waldenström macroglobulinemia is that these plasma cell precursor cells, they become neoplastic or cancerous. And this means that they grow and replicate uncontrollably. So let me just draw that in here. And I'm going to represent these dysfunctional plasma cell precursor cells with a solid filled in circle. And so they replicate and grow. And as they do this, they produce a large amount of immunoglobulins. And they're actually specifically producing a specific type of immunoglobulin known as IgM. So let me just add an M here. So an immunoglobulin looks something like this. But IgM is a specific type of immunoglobulin that's actually a combination of 5 immunoglobulins. So it looks something like that. When you have these dysfunctional or neoplastic plasma cells, they're producing lots of this IgM. And IgM is the largest of all of the immunoglobulins, and it's a protein. So as you're producing all of these proteins, they actually start to clog up the small vessels in the small blood vessels. And this results in the symptoms of hyperviscosity syndrome, such as the bleeding, visual changes, headaches, weakness, and definitely this thickening of the blood. So now we have a general understanding of the pathophysiology of Waldenström macroglobulinemia, and that it's a cancer of these plasma cell precursor cells that produce large amounts of IgM, resulting in this hyperviscosity syndrome. Well, how is it diagnosed? Well, the best way to diagnose Waldenström macroglobulinemia is with a bone marrow biopsy. And the biopsy will actually show these cancerous cells. Now, unfortunately, Waldenström macroglobulinemia is not a disease that we can cure, but we can treat it. And there's two aims to the treatment of Waldenström macroglobulinemia. And the first is symptomatic. And by this, I mean treating these symptoms of hyperviscosity syndrome. And to do this, individuals go through a procedure known as plasmapheresis. And what this means is that the blood is kind of removed from the body, and all of these immunoglobulins are filtered out, and then the blood is returned to the body. So that's kind of a simple explanation of what plasmapheresis is. So if you remove these immunoglobulins, you're not going to have the clogging up of the blood vessels, and you won't have the symptoms of hyperviscosity syndrome. But this is really just treating the symptoms. It's not doing anything to the underlying disease. So the other aim of treatment is to decrease the disease progression. Like I said, it can't be cured, but you can slow the disease progression. And this is accomplished with different regimens of chemotherapy. So Waldenström macroglobulinemia is a plasma cell dyscrasia, or a dysfunction of plasma cells,
in which there is an overproduction of the immunoglobulin IgM, and this results in thickening of the blood and a condition known as hyperviscosity syndrome, which is demonstrated by increased bleeding, some visual changes, headaches, weakness, and this obvious thickness of the blood. خب کی به شاه گفته شد؟ حالا در این باره باید بگم که مرحله بعدیمون این بود که باید یواش یواش و اعلی حضرت بفهمونیم مسئله رو. منتها ببینید همه اینا با احتیاط بود و برای این موضوع مرتبا فکر میکردیم که به چه صورت و اعلی حضرت بگیم، مرتبا فکر میکردیم و با اعلی حضرت هم مشورت میکردیم که اگر ایشون بدونن حالا چی میشه، اگر ندونن چی میشه. توجه میکنید؟ چون ایشون همش حال گفتم، چون حالشون در هر صورت خیلی خوب بود نمیخواستیم ناگهان. بنابراین من خیلی خلاصه میکنم، بنابراین یه روز تصمیم گرفتیم و این در 1978 میشه دیگه، بله یه روز تصمیم گرفتیم که در جلساتی که میریم با حضرت همایونی، ما طبیبا، ما سه نفر، پروفسور میلیز و پروفسور ژان برنر و من، سعی کنیم که تنها، چون همیشه میرفتیم یه معاینه میکردیم بعد میمدیم تو اتاق کناری خودمون بحثای خودمون رو جداگانه میکردیم، ولی این دفعه سعی کنیم که اعلی حضرت بعد از معاینه شون بشینن سر میز خورده با هم صحبت کنیم. و من تصمیم گرفتم که نباشم، فقط اون من رفتم تا توی چیز معاینه رو کردم، ولی بعد اون دوتا تنهایی که اعلی حضرت در مقابل مسائل مملکتی اگه بخوان مردم ایران ندونن، منم ندونم، بدونیم این رو. و اونا سر میز و اعلی حضرت نشستند و اونا شروع کردند به گفتن این مطلب که خب اعلی حضرت ما الان سال هاست معالجتون میکنیم، الحمدلله حالتون خوبه، این تحالتون مسئله مهمی نیست، ولی خب این سکلی که دارید شما در این مورد، یواش 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 به طوری که ببینیم چی میگن اعلی حضرت، میخواستیم بدونیم که از معالجات راضی هستید و درباره پیشرفت بیماری نظری دارید، ما خیلی خوشحالیم که بیماری خیلی خوب کنترل میشه، یواش یواش توجه میکنید. اینجاست که اعلیحضرت جواب اعلیحضرت، اینا قرارمون، همه اینا رو ما فکر کرده بودیم. اینجا اعلیحضرت رو میکنن به این دوتا همکار ما و میگن که من که الان حالم خوبه، این بیماری هم که میگید خوب پیشرفت میکنه، ولی شما چه مدت به من میدید؟ مثلا من زمان اینو دارم که ولی عهد به سن بلوغ برسه. اینا میگن البته الازد همایونی مجسته، البته البته، خیلی بیشتر خیلی بیشتر. اون موقع ولی عهد 18 سالش بودی اون میکنه، خیلی بیشتر خیلی بیشتر. اینا اینجا ما تشخیص دادیم که اعلی حضرت فهمیدن، توجه میکنید؟ ما تشخیص دادیم که اعلی حضرت فهمیدن که یه بیماری بدی دارن و بعدش اولیا حضرت رو من میبایست اینجا چیز بکنم که ببینم که به ایشون چی گفتن در این باره، ببینیم فهمیدن یا نفهمیدن. بنابراین روزهای بعدش من با اولیا حضرت در تهران صحبت کردم، اولیا حضرت معتقد بودن که ایشون اگرم فهمیدن نمیخواستن که بدونن که فهمیدن و نمیخواستن که من بفهمم. بله. بنابراین ما روی این تصور موندیم همیشه که اعلی حضرت تا چه حدودی میدونن که بیماریشون بده و حدس ما بعد از این همه سال و بعد از اون چه بعدش اتفاق افتاد اینه که اعلی حضرت مثل یک کسی که یه بیماری مزمنی داره، مثل دیابت، مثل خیلی مرضای دیگری که باهاش زندگی میکنه، ولی ممکنه 10 سال طول بکشه، ممکنه 15 سال طول بکشه، ممکنه یه معالجه بهتری باشه، در این همچه حالتی هستن، ولی خودشونو به هیچ وجه محکوم نمیدونن درباره یه چیز.
ولی فکر میکنید فهمیده بودن دیگه بالاخره؟ فهمیده بودن ولی نفهمیده بودن که این بیماری حقیقتاً چیه. توجه این مسئله دواها چی بود که اون لیبل دوا رو عوض میکردیم که اون مسئله دواها اینو نفهمه که نه شهبانو میفهمیدن نه شهبانو میدن از روزی که اولیا حضرت شهبانو فهمیدن که بیماری چیه دیگه بیماری معالجه را میدونستن. معالجه اون موقع یک دوایی بود به اسم کلورامبوسیل. کلورامبوسیل یه دواییه که در این بیماری میدن و در بعضی از بیماری های بدخیم دیگر هم میدن. کلورامبوسیل یه دوای خیلی هم دوای معمولیه، خیلی هم دردسر نداره، یه دوای روزی یه قرصه. معالجه ما سالها کلورامبوسیل روزی یک قرص بود و خیلی هم نتیجهش خوب بود، برای که مرتبا بیماری رو کنترل میکرد. و این لیبلش چطوری عوض میکردیم؟ حالا لیبلش چجوری عوض میکردیم؟ حالا هدف ما این بود که این دوا رو اگه اعلیحضرت یا مستخدمانشون توی اتاق خوابشون نشون بدن و اعلیحضرت که این همه طبیب دور برشون بودن تو جلسات مختلف، بله، این ور اون ور، دکتر اقبال، دکتر پروفسور عادل و غیره، و بگن این دوا چیه، اینا متوجه میشن. بنابراین این برنامه من بود. من یک دوایی رو پیدا کردم که شکل شبیه اونه بود و اسمش یه دوایی بود که اتفاقا در سکل‌های قدیم مالاریا میدادن، کینرسیل. این دوا رو من جوری پیدا کردم که من دوا رو از پاریس هم دوباره می‌خریدم، دوا رو از پاریس می‌خریدم، می‌کردم توی جعبه اون و میدادم به نوکرای اتاق اعلیحضرت که بدن به ایشون. توجه می‌کنید؟ مثل که یک بار آقای پورشجاع اشتباهی، آره آقای پورشجاع یه بار اشتباهش در این بوده که همه رو من میدادم. خب. یه بار آقای پورشجاع در یه مسافرتی که اعلیحضرت میرفتن در داخل فلان و این صحبت ها، اون قوطی که من، چون من قوطی رو میدادم به پورشجاع، بله، و پورشجاع اون قوطی رو یادش میره و بعد میره اونجا داروخانه اون قوطی اون دوا میخره. بله. و من اینو بلا فاصله فهمیدم، یعنی چون مرتبا من اونجا تماس بودم دیگه، بلا فاصله فهمیدم و چیزو اول درستش کردم. یه هفته اینجور شده بود. بله. دکتر صفویان، آیا بیماری که شاه فقید ازش فوت شد همون بیماری بود که امیر اسدالله علم داشت؟ نه همون بیماری شباهت داشتن. بیماری امیر اسدالله علم یه بیماری مزمن خونی چیز بود، یه نوع، حالا نمیتونم بگم برای که اونم سوگریج پزشکی داره، ولی در صورت یه نوع بیماری وخیم خونی بود، اون یه بیماری دیگری بود ولی یه بیماری نبود. این هم از یک بیماری بود، علتش هم دوایی بود که این عیادی برای یه منظورهای معینی میداد به این اشخاص. خودش هم میگفت که یعنی چیز خودشون کرد؟ نه، برای تقویتشون تقویتی بخش خاصی از بدن. عیادی حالا مرده رفته، واقعا یکی از عناصر فاسد و یک جرثومه ای بود که اطراف شاه بود. حالا پلو صفویان میدید، نمیتونم چی بهتون بگه. این نه تنها اصلا سواد پزشکی نداشت، توجه کردید؟ اصلا و ابدا. این وظیفه‌ش اونجا در اون دربار کارهای دیگر بود. حالا آقای چارده اشاره کردید، حالا بعد همه اینا مردند و اینا، منم چون یه طبیبم، به کار بردن بعضی از موادی که برای ازدیاج به اصطلاح جوانی و به اصطلاح قوای جنسی اینا میکردن، 4-5 نفر اینا همشون با این مرض مردن. همشون، حالا اسم نبریم، از جمله خود آقای علم یکیش بود، آقای علیادی یکیش بود، آقای خدا سعود اعلیحضرت یکی دیگش بود، قلی ناصری یکی دیگش بود، حسین دانشور یکی دیگش بود. اینا میدونم صحبت که میشه، من درست یادم صریحیم، هیچ ترس و واهمی هم ندارم دیگه، در 77 سالگی دیگه زبونم رو هی نمیگردونم تو دارم، ولی واقعیت هایی که خدمتون عرض میکنم امیدوارم شما شوکه نشید.